حامد جان سلام. حامد. HMD. من فکرم HMD همون حامده. درسته هم؟ سلام. Uh, خوبی آرمین؟ مرسی. تو خوبی؟ ممنون. میخواستم uh, امروز در مورد اسلاموفوبیایی که تو غرب میبینیم صحبت کنم. اصلا این uh, کلمه درستیه که uh, چپی ها معمولا استفاده میکنن. چرا اصلاً, اصلا این هدفشون چیه دقیقا؟ خب اسلاموفوبیا رو میخوای تعریف کنیم به فارسی فارسی چی میشه؟, ترس از اسلام یا تعریف تر... اه... اسلاموفوبیا ترس غیر, بی... غیر... همین تر... ترجمه هم که بکنیم میفهمیم که چقدر این غیر منطقیه خب اه... خیلی از این چپی های کشور غربی یک کلمه ای رو استفاده میکنن به اسم اسلاموفوبیا که الان هم خیلی از مسلمان ها ازش استفاده بکنن خب و این خیلی براشون کاربرد داشته چون که چون که خیلی شباهت داره به یه سری کلمات دیگه ای مثل هوموفوبیا خب که هوموفوبیا یا ترانسفوبیا که به کسایی که میگن که مثلا مثلا از از, از, از هم گرایان مثلا بعدش میاد یا اینکه مینی یه چیزایی که خیلی چپیه اینو زشت میدونن خب یعنی اینو ببین بیگتری به فارسی چی میشه میدونی بیگتری فارسی چی میشه بذار من اینو ترجمه کنم ببین چپیا کلا خیلی حساس چپیای کشور غربی خیلی هم تعصب میشه تعصب درست نیست چپیای خیلی چپیای کشور غربی خیلی به این حساسیت یکی از چیزی که بهش حساسیت دارن این اقلیت هاست خب که اه, تنفر از اقلیت ها رو میخوام باش بجنگن خب یعنی و گروه های که از که اذیت آز... 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 آز و آزار میشن یا یعنی گروه های که حقشون رو درست رعایت نمیشه یعنی گروههای ج... گروه های چپی کشور غربی معمولا هدفشون اونجوری که خودشون میگن دفاع از اقلیت های مذهبی اقلیت های ام مثلا مثلا کوردها سیاه پوستا عربا ها, اقلیت های نجادی اقلیت های جنسی مثل ترنس ها مثل همه LGBT بی و اینا را مسلمون ها هم تو کشور غربی جزء همین گروه ها میدونن خب برای اینکه دیدن خیلی به مسلمون ها به خاطر مسلمون بودنشون اذیت و آزار میشه تو کشورهای غربی و میخوان به عنوان کسایی که چپگرا هستن وظیفه خودشون رو میدونن که از همه اقلیت ها بیان دفاع بکنن من جمله مسلمون ها خب که کسایی که فکر میکنن مسلمون ها مثلا نمیتونن آمریکایی باشن یا کانادایی باشن یا انگلیسی باشن به خاطر اینکه فرهنگشون فرق داره عقادشون فرق داره یا از کشورهای دیگه اومدن میان ازشون دفاع میکنن که حق و حقوقشون رایت بشه خب این به خودی خودش به نظر من هیچ مشکلی نداره و اتفاقا منم توی این موضوع دوست یعنی من خودم از این لحاظ چپی میدونم مشکل اینه که بعضی از این چپی ها خیلی هاشون یه نتیجه گیری های از این میکنن که کاملا غیر منطقیه خب و اینو به یه, به یه جایی میرسونن که کاملا زیاد روی کردن خب ببینید مسلمون ها رو ما اگه کسی بخاطر بخوا... مسلمون ها انسان و حقوق انسانیشون باید رایت بشه و کسی هم به خاطر عقایدشون که ما قبول نداریم نباید بهشون از یاد آزار بکنن خب و باید ازشون دفاع بشه هر موقع که حقشون رایت نمیشه یه yes, yes. دو تا مشکل داره ولی بعضی از این شبکره کاری که انجام میدن مشکل داره یکی این که حالیشون نیست که مسلمون ها تو کشور خودشون اقلیتن تو کشور دیگه اینا اقلیت نیستن خب و مثلا تو ایران و تو عربستان و تو بنگلادش و تو مصر و اینا اینا اقلیت نیستن و اتفاقا تو این کشورها اینا خیلی گروه های اسلامی دارن به اقلیت رو ظلم زدت میکنن یعنی اینا دفاع از مسلماناشون به جایی رسیده بعضیاشون که میان حتی از فرهنگ و از عقاید و از روش های اسلام گرایان حتی تو کشاره اسلامی هم میان دفاع میکنن و فکر میکنن که شما اصلا بیاید مثلا از فرهنگای اسلامی که مثلا از قوانین اسلامی که مثلا تو ایران داره ازش استفاده میشه شما اگه بیان اینو حتی نقدم بکنین شما دارید به مسلمان ها ظلم میکنین یا دارین زورگویی میکنین به خاطر اینکه مسلمان ها رو انقدر تو مغز خودشون فقط اقلیت دیدن که اصلا حتی به یک جمهوری اسلامی هم که دیگه اینجا اقلیت نیست داره به عقلیت رو ظلم میکنه وقتی شما میان حتی اونم نقد میکنین اینا فکر میکنن که شما دارین به اقلیت ها ظلم میکنین یعنی انقدر همه چی رو مثلا آمریکا مثلا یه آمریکایی مثلا فرض کنیم آمریکایی چپگرا همشون نه بعضیشون انقدر همه چی رو آمریکا محوری نگاه میکنن که فکر کنم مثلا آمریکا همه جهان بقیه کشورها مثلا یه چیز کوچیک کوچیکن که مثلا حالا جزء جهانن <laughs> یعنی خودشون همه دنیا رو آمریکا میفری نگاه میکنن و شما نمیدونه که مثلا تو ایران تو عربستان اصلا اسلام همه چی اسلامه بقیه اصلا اقلیت خب یعنی شما اگه مثلا به فرهنگ ایران حمله بکنید چون ایران همه کشورهای دنیا رو یه قسمت کوچیکی از جهان میبینن و همه آمریکا رو اصل جهان میبینن بازم فکر میکنن شما دارین به کسایی که بهشون ظلم شده حتی خود کشورهای ایران و عربستان رو اینا رو به جای رسوندن که فکر میکنن که حتی خود ایران و عربستان و بنگلادش و حتی اینا مگه فرهنگای بدی دارن به خاطر ظلمیه که تو, 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 تو طول تاریخ کشورهای غربی به این کشورها کردن یعنی هیچ مسئولیتی رو برای مردم یا حکومت‌های خود این کشورها قائل نمیشن همه چی رو میخوان ببینن که حتما تقصیر آمریکا و کشورهای اروپای غربی به خاطر کلونایز کردن آیناشون بوده خب یعنی کاملا ایجنسی اراده و مسئولیت خود مردم اون کشور رو قبول نمیکنن یعنی خودشون رو مثل راستگرایان آمریکایی که همه چی رو خودشون رو مسئول همه چی میبینن ولی بهش افتخار میکنن بعضی از این چپگران, چپگره های کشور غربی رو غربی همه چی, رو, همه چی که تو دنیا اتفاق میفته رو خود آمریکا و کشور غربی رو مسئول اون میبینن ولی برخلاف راستگره ها اونو بد میبینن ولی جفت هم راستگره های افراتی هم چپگره های افراتی همه چی رو ام, به شکل آمریکا محوری نگاه میکنن یعنی همه چی رو خود هر اتفاقی که دنیا میفته رو خودشون و مسئولش میبینن خب ولی حالا راستگره ها بد میبینن چپگره... یعنی راستگره ها خوب میبینن چپگره ها بد ولی حاضر نیستن که قبول کنن که مثلا مثلا ای... این عقایدی قوانین اسلامی ایران اصلا بده به طور کل بده حالا ببینید مشکل... چیزی, که مخ... چیزی که ما میگیم اینه که ما میتونیم با مسلمانها ها اختلاف نظر داشته باشیم و عقایدشون رو نقد بکنیم و به شدت هم نقد بکنیم ولی از حقوق مسلمان ها هم دفاع بکنیم خب مثلا بلایی که سر چین داره مثلا سر مسلمان ها میاره ما میتونیم اینو بیان به شدت نقد بکنیم ولی این معنیش نیست که مثلا قوانین اسلام رو قبول داریم یعنی اینو با ما بتونیم تو مغز اینا رو از هم جدا بکنیم خب ما عقاید کسی رو نقد میکنیم معنیش نیست که دفاع میکنیم از اینکه حقوق بشریشون حقوقشون رعایت نشه خب ولی بعضی از این چپگره ها نمیتونن اینو از هم جدا کنن فکر میکنن که اگه میخوان از مسلمان ها دفاع بکنن که حمله هایی که بهشون میشه رو بیان بگن که این بده و ظلمی که بهشون داره میشه رو بیان جلوشو بگیرن برای اینکه این, این کارو بکنن باید از عقایدشون هم دفاع کنن یعنی به جان که از مسلمان به دفاع بکنن میان از اسلام هم دفاع میکنن نه تنها این فکر میکنن که هر کسی که داره به اسلام حمله میکنه داره میاد به مسلمان ها هم میکنه نه تنها این بعضی از کسایی که فهم بعضی از این چپگرایی که من باشون صحبت میکنم حتی به جایی رسیدن که فهمیدن که اسلام بده ولی میگن با اینکه اسلام بده ما نباید بگیم که اسلام بده برای اینکه این کمک میکنه به ظلمی که داره به مسلمان ها میشه یعنی دارن میان میگن که ما اگه بیایم تبلیغ بکنیم که با... میگن آره اسلام بده برای اینکه اینا که اومدن واقعا مطالعه کردن دیدن که خب این ها معمولا طرف حقوق زنا هستن طرف حقوق همجنسگرایان هستن طرف حقوق ترنزا هستن دیدن که اسلام علیه همه این است بعد گفتن آها آره مثل که واقعا اسلام بده ولی بهتره که نگیم برای اینکه تجربه که دارن از راستگرایان کشور خودشون اینه که اونا دارن مثلا سعی میکنن حقوق مسلمان رو ازش میگیرن یا بهشون اذیت آزار کنن بر همه میگن که من اگه بیام بگم اسلام بده داره به اونا کمک میکنه که بهونه پیدا بکنن که بیان به مسلمان ها زنگویی کنن برای همین من بهتره نگم که من جواب من با اونا اینه که اصلا شما داریم به راستگرایان کمک میکنین خب برای اینکه اتفاقا خود چپگره ها باید بیان بگن اسلام بده ولی ما از حقوق مسلمان دفاع میکنیم چون شما اگه نگین اسلام بده تنها کسایی که دارن واقعیت رو میگن همون راستگره های کشور خودتون میشن و اونا میشن منبع اطلاعات واقعی درباره اسلام و چون مردم میبینن که اینا واقعا دارن راست میگن درباره اسلام فکر میکنن که پیشنهادی هم که دارن میکنن که با مسلمان ها چجوری رفتار بشه حتما, درسته یعنی شما باید خودت شما کسایی که میخوایم به مسلمان ها ظلم نشه شما خودتون باید منبع اطلاعات درست درباره اسلام بشین که نذارین این راستگرایان بشن تنها منبع اطلاعات درست برای اینکه اون وقت پیشنهاد اونا هم برای برای مسلمان رو اونا مردم بیشتر باور میکنن برای اینکه شما دارین دا دروغ میگین اسلام این اسلاموفوبیا هم کلمه خیلی مزخرفیه به خاطر همه این چیزایی که من گفتم ببین حرف من این بود که این خیلی از این چپگره ها میخوان از مسلمان ها دفاع کنن ولی به من از اسلام دفاع میکنن این کلمه هم یک کلمه ایه که داره استفاده میشه برای اینکه بگن که مثلا کسایی که ضد مسلمون هستن ضد مسلمون هستن اسمشون گذاشتن اسلاموفوبیا و اگه دقت کنین تو این کلمه که اسلاموفوبیا به که مسلمون باشه اسلام هست خب یعنی این به خاطر اینه که اینا فرق بین دفاع از مسلمون و دفاع از اسلام رو نمیفهمند خب به جای برای همین ما داریم بهشون پیشنهاد ببینید شما اگه با کسایی مشکل دارین که دارن علیه مسلمون هستن کلمه‌ای که باید استفاده بکنین anti-Muslim bigotry هست خب یعنی دشمنی زد... دشمنی علیه دشمنی تعصبی علیه مسلمان ها. خب یه همچین کلمه باید استفاده بکنید شما کلمه که دارین استفاده میکنین ترس اسلاموفوبیا ترجمهش میشه ترس غیر منطقی علیه اسلام ترس غیر منطقی علیه اسلام مثلا ما نداریم اسلام ترس داره ترس از اسلام هم کاملا منطقیه خب ولی شما دارین از یک کلمه استفاده میکنین برای, تو برای توصیف کسایی که ضد مسلمان هستن دارین از یک کلمه استفاده میکنین که توش داره میگه اسلام نه مسلمان یعنی خود این استفاده از این کلمه داره نشون میده که فرق بین حمله به مسلمان و فرق حمله به اسلام اینا نمیبینن متوجه شدی؟ اچه درست رو درست, درست, درست در یه خب. دیگه هم بگم اینکه الان مسلمان بودن به دیگه نجات تبدیل شده یعنی اسلام شده فرهنگشون و خودشون شدن نژاد و اینکه شما میان یه نفر مثلا توی یه مصاحبه بود سمحریس با به داشت و بعد مثلا های داشت مثلا دلیل میبرد که چرا اسلام مثلا مشکل داره چرا اسلام مثلا خشونت داره و بعد به گفت تو یه نجات برزدی تو یه نجاستیزی حرف داری میزنی و اصلا نقد از اسلام تبدیل شده به نقد از مسلمان یه چیز عجیب غریبی شده البته اون او خیلی وقت پیش بود ال... چند وقت پیش چی؟ ریچارد داکینز رو چند سال پیش مثلا چیز کردن کنسلش کردن کلا به خاطر اینکه مثلا از اسلام نف کرده بود واقعا خیلی خیلی عجیبه اینا البته الان یه مقدار بهتر بشه یعنی من منم این پیش رو کرده بودم چندین سال پیش ببینین یک چیزی که چپگره ها خط قرمزشون هست ام، حقوق LGBT community خب یعنی دفاع از ترنس ها و دفاع از همجنس گرایان این از همه چی براشون بیشتر تقدس داره خب یعنی بعد که مسلمان ها همینجوری دارن تو این کشور رو بیشتر میشن و میبینن که عقاید اسلامی ضد ش... هست خب یعنی خیلی از اینها حاضرن که دفاع از اسلامشون رو بذارن کنار ولی حاضر نیستن دفاع از این حقوق همجنسگرایانشون رو حاضر نیستن بذارن کنار خب برای همین من این چیزی که من گفته بودم این که این بعضی از چپگره ها و اسلام، اسلامگرایان یه ازدواجی کردن که اگه قرار اینا طلاق بگیرن یه روز طلاقشون سر همین دفاع موضوع هم ال خواهد بود یعنی الان هم تو انگلستان داریم میبینیم که خیلی از شبگره هایی که به شدت از اسلام گرایان دفاع میکردن الان به شدت ضد اسلام گرایان شدن به خاطر همین موضوع هایی که گروه های اسلامی توی انگلیس دارن همیان سعی میکنن که درسایی که درباره ال جی هست و از مدرسه بیارن بیرون و و اینا میگن که یه خط قرمزشون یعنی از این از این لحاظ حاضر نیستن که بیان دیگه از اسلام دفاع کنن ولی بعضی هم یه تعداد خیلی کمیشون هم دارن به اسلام گرایان میگن که شما اینا از ما یاد از ما یاد گرفتین یعنی حاضر نیستن که حتی بگن که اسلام اینا داره درس میده یعنی خیلی هاشون دارن سعی میکنن که بگن که این مسلمان ها برای این ضد همجنس گرایان هستن که آمریکا و انگلستان و اینا اینو بهشون یاد داده یعنی حتی اونم حاضر نیستن که بیان بگن که اسلام هیچ چیزی بدی توش وجود داره یعنی واقعا خنده داره البته من یه چیزی بگم اچ ام دی باید مراقب باشین من دارم باید حواسمون باشه که نگیم همه راستگرایان یا همه چپگرایان یکی از بیشترین نقد که میشه از چپگرایانی که از اسلام دفاع میکنن از میان خود چپگرایان منطقیه میدونم چیه یعنی الانم خیلی داره بیشتر میشه یعنی چپگرایانی که میگن من به همون دلیل علیه اسلامم که علیه مسیحیت هم واقعا داره زیاد میشه و این داره رواج پیدا میکنه و داره عادی میشه و چپگرایانی که تو کشورهای غربی که از اسلام دارن دفاع میکنن بیشترین فشاری که بهشون وارد میشه به خاطر دفاع از اسلامشون از چپگرایان دیگه هست یعنی ما یه موقع نیم همه چپگرایان فکر کنیم که اینا همشون مثلا از اسلام دفاع میکنن اصلا اینطوری نیست اتفاقا اکثرشون این کارو نمیکنن نمیدونم آخه با این کاراشون خیلی از مردم مثلا مثل همین ریچارد من واقعا خیلی ناراحت شدم که این کارو باش کردن خیلی میتونست جامعه آتیستی جلو بره اگه این کار نمیکردن خیلی آره ولی نمثل... اینا مس... آره ولی اینا یه گروه کمی هستن که سر صدا زیاد میکنن این نظم یعنی اکثریت نیستن یعنی نه گروه این این هستن که... هستن که بگو همون که مثلا خود پاکستانو گفتی که مثلا اون اصولگراهاش افراتیشون قدرت دستشونه با اینکه کمن الان خب چپی ها همینطوره یعنی اونایی که افراتی قدرت دستشونه متاسفانه درسته ولی من نمیگم که اینا مشکل نیستن اینا به شدت دارن برای ما هزینه میسازن ولی فقط منظورم این نبود که نگرانشون نباشه منظورم این بود که نتیجه نگیرین که یه یعنی نفر اگه چپ گراز حتما دفاع یعنی دفاع میکنه از اسلام ولی نه واقعا قبول دارم که این خیلی مشکل بزرگه نه من خودم هم, هم خب چپ رو ترجیح میدم برای اما میگم که همین درست. کانسل کارترشون واقعا خیلی بده آره. نه ببین مثلا کی... کیان هم تو لایف چت داره میگه چپ ها از اون ور بوم ببین با من, من خودم هم بعضی موقع حواسم نیست باید بگیم بعضی از چپ ها نمیتونیم بگیم همه چپ ها البته من حواسم هم باید باشه راستگرایانم هم, هم حواسم باید باشه بعضی موقع من دارم میگم راستگرایان ها اینجوری هن اونجوری بعض باید, باید, باید ام... بعضی هاشون مثلا بعضی موقع من حواسم نیست مثلا میگم راستگرایان نجاستی زن تو آمر... اکثرشون نیستن اتفاقا من باید حواسم باشه همینجوری که مثلا میگیم چپگرایان از اسلام دفاع میکنن این حرف درستی نیست باید بگیم بعضیشون راست... نباید بگیم مثلا راستگرایان هم توی آمریکا مثلا نجاستی زد اصلا اینجوری نیست بعضیشون اینجوریه اه... باید مراقب باشیم که کلی صحبت نکنیم خب من برم اگه صحبتی نیست خیلی باش مرسی ممنون که این نکته خیلی جالبی بود مرسی که اومدی